سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه در این ویدیو برای شما آب آخرین آپدیت لو کپ کوین آل کوین هایی که دارایشان کمه از جمله NFT آرت فایننس شیبا سیو مون چیلیز بتورن هارمونی و آل کوین های خیلی زیاد در ویدیو برای شما آخرین آپدیت هایش را برای شما صحبت منم و درخواستشون در کامنت ها زیاد بود و همچنین یک خبر جدید و مهم از دادگاه ریپل در آخر ویدیو برای شما صحبت مونم اگر تا حالا ویدیو را لایک نکدین خوشحال میشم تحسین منم برین پایین روی دکمه لایک ها کلیک کنین حمایت بیشتر برای مح که تلاش منم اینقدر برای شما کوشش منم که داخترین خبرها رو ویدیو بسازم و همچنین کسانی بیشتر بیتنه ویدیو را ببینم و اگر جدید هست در کانال یوتیوب تا حالا کانال سابسکرایب نکردید پیشنهاد میدیم بریم پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین و زنگوله کرا... کنارش هم روی آل قرار بدین NFT آرت Finance تایی چند وقت گذشته یک مقدار ریزش داشته چون کل بازار ریزش داشته ولی یک از دلیل اصلی که NFT آرت فایننس ریزش داشته بعد اینکه کلن امون مارکت پلاتشش برای فروش کالکسیون های دیجیتالی رو اندازی کرده تا حالا کدام قرارداد کاری با کدام کمپنی مشهور کدام موزیکری کدام آرتیستی کدام سلیبریتی رو اندازی نکده که بیتنه NFT هایشن رو روی مارکت پلاسی این انتری آرت رو اندازی کنه خب مدت زیاده هم نمیشه که NFT آرت فایننس در بازار هسته ولی تا حالا خب کلن مارکت پلاسش برای فروش کلکسیون های دیجیتالی و ساخت کلکسیون های دیجیتالی را اندازی کرده کلکسیون های دیجیتال شخصی خودشان هم دارن ولی تاله از کدام شخصی دیگر ندارن بعد ارز ایلان با نو پیمنت آی او یا قراردادی کاری را اندازی کردن. که از این به بعد ایلان یک پروژه خیریه هست جایی که مردم میتونن ارز های دیجیتال اهدا کنن و اینا برای کسانی که نیازمند به پول هستن در کشورهای مختلف برای دلیل های مختلف نیازمند پول هسته کمک کنه کار منه از این مردم میتونه ارز پولیگان معتیک رم اینجا اهدا کنه برای خیری اگر کسی خواسته باشه بعدش درباره ارز چلیز چلیز و شیبا شیبا و چلیز فردا فردا ساعت 9 ایم در صرافی کوین بیس پرو لیست میشه امروز 16 جون است فردا 17 جون امروز 16 جونی که من ویدیو رو برشم اپلود مونم لیست جنه و بعضی ها در ویدیویی که امسوب من برشم اپلود کردم درباره از این خبر از ما خواسته بودن یا سوال کرده بودن که آیا مو ارز چلیز را ارز شیبا رو الان بخریم خوب هسته من هیچ وقت برای شما نگفتم و نخواهم بتونم بگیم که به چه وقت بخرین چه وقت بفروشین شاید بتونم ابزارش شا رو برای شما بدیم خب الان هم در حال حاضرم ارز شیبا و چلی هر دو تاش یک مقدار رشد کرده کوین بیس یک صرافی بزرگ هسته بعد اینکه در این صرافی کوین بیس پرول لیست نه و حدودا به زودی در کوین بیس اصلی هم خواهد لیست شد که معمولا همیشه وقت همین کار کوین بیس انجام میده و اونجی هست که یک مقدار شاید حجم بیشتر یا حجم بیشتر یا رشد بیشتر را برای ارزی چلیز و شیبا بیاره دیگه الان هم این مقدار رشد منظورم منظوریم که فکر نکنم الان زیاد موقعیت خوب باشه اگر کسانی از قبل داشتین یک مقدار برای از اونا خوب هسته منظورم از کف چند وقت پیش خریدین دیگه الان هم این مقدار رشد کردم این کوین بیس پرو زی... خیلی زیاد هم رشد نخواد کرد یک مقدار رشد من بعض مردم سیو سود منه باز دوباره یک کم ریزش منه باز در کوین بیس اصلی لیست شده یک مقدار رشد منه دیگه پس دوباره ریزش منه دیگه اگر برای بلند مدت در نظر دارین که فکر نکنم الان زیاد موقعیت خوب باشه بیزار ببینیم البته کل بازار ببینیم به, چی... به چی سمت حرکت مونه یک مقدار بعد از اینکه در کوین بیس پرو یک مقدار ریزش منم وقت بخری بریم بلان مدت به نظر ما خوب باشه اگر بری نوسان گیری شاید موقعیت خوب باشه ولی خیلی زیاد هم نه یک مقدار ریسکی هست دیگه چون الان هم روشت کرده یک مقدار ارزی شیبا و بعدش سیومون که والتش هم دیروز راندازی شد و ثبت نام راندازی رو... ثبت نامش و در توییتر هم از ما سوال کرده چه کسانی ثبت نام کرده بچه شما هایی که روی ارز سیمون سرمایه گذاری کردن میخواین برای شما یک ویدیو آموزشی چون بعضی از ما خواسته بودن برای شما درست کنم که چرقمی در والد سیمون ثبت نام کنید. اگر میخواین در کامنت برای ما بنویسین و بعد بی تورن در حال حاضر تعداد والت های آدرس یا آدرس های فعال یا والت های فعال به یک اشار میلیون رسیده ارزی چیلیز به نظر من هنوزم یک مقدار شروعی کارش است هر روز بیشتر فعالیت منه و کلا یک, نوع ارزی تک پر است در شاخه خودچی و این مقدار والت های آدرس هم که رسیده بیشتر از کشور آمریکا، چین، استرالیا، آلمان، فینلند، سنگاپور و روسیه هستند. منظورم جایی که مردم بیتنه داده های شخصی خودشان را دا نگه داره و بیتنه یعنی حمل نقل کنه و برای یک سرمایه گذاری بلند مدت یعنی خیلی هم س... یعنی سرمایه گذاری زیاد کلاسیکم هم نمیشه شد ولی به نظر من یک مقدار پول خوره اگر روی ارز ترون بمانی یعنی ارزش داره بعضی از شما هم که دارین از من خیلی ها سوال کردن ارز ترون چطوره به نظر من ارز کلا خوب هسته چطوری چون یک شخص خوب پشت سر از قرار داره آقای جاستینسون هسته جاستینسون یک جوان موفق هسته کسی که در شروعی ساخت از ایتریوم بوده و در حال حاضر ارز ترون هم یکی از بزرگترین شاخه های کل دنیای بلاکچین هستن و دقیقا یک بلاکچین شخصی خود را دقیقا مثل ایتریوم جاستینسون یک ایده خیلی بزرگ داره با ارز ترون ولی ایده ای که داره منظورم به زودی نخواهد ایره بیتنه عملی انجام بیده یک ایده بزرگشی است که ما شما یوتیوب داریم نتفلیکس داریم و پلتفرم های مختلفی داریم که ما شما بیتنیم فیلم نارا ببینیم و نشر کنیم با دیگر ها مثلا سازنده با خریدنده یا شنونده یا بیننده بیتنه ارتباط برقرار کنه ولی این همچین کار رو میخواه کلا در دنیای بلاکچین انجام بده که جایی که اصلا مردم نیاز نباشه ویدیو بسازم مثلا من الان یوتیوبر هستم من ویدیو برای شما میسازم ولی اون وقت من نمی... لازم نیست ویدیو بسازم به یک نحوی دیگه از طریق دیجیتال من میتونم با شما یعنی معلومات روزانه رو به نشر بمانم و در حال حاضر کل تراکنش هایی که روی ارز تورون کل بلاک چینش انجام داده شده به دو بیلیون رسیده 39 میلیون اکاونت یعنی حساب وجود داره و چیزی خیلی زیاد هسته و جاستینسون پشت سر عرض تورون هسته دیگه بعدش تورون هم که با همی پروژه خودشان کار مند دی لایف پروتکل یک ورژن جدیدشش به نام یک سفر را اندازی کده و بعد درباره ارز چیلیز یک مقدار صحبت برای شما ویدیو منم ارز چیلیز هم که فردا در کوین بیس پرو لیست میشه حالا بچه ها اینجا دیدگاه شخصی من هستم البته احتمالی هم هستم ارز چیلیز تای یعنی شش ماه آینده یا یک سال آینده میتونه سرمایه گذاری خوب باشه در این صورتی که البته اگر این اتفاق بیفته میتونه سرمایه گذاری خوب باشه ارز چیلیز ارز نفتی هست جایی که میتونه توکن های طرفداران باشگاه های مختلف ورزشی فوتبال گیمینگ لیگ های مختلف اه باشگاه های مثلا کشوری و تیم ملی رو اندازی کنه که طرفداران از این باشگاه های ورزشی و تیم های ملی یا گیمر و هر چیزی هستن بتنن NFT های باشگاهی همو دلخواهشان را خرید کنه. و الان در اروپا من در سویدن زندگی منم در اروپا یوروی 2020 شروع شده یوروی 2020 پارسال بود به خاطر کرونا به تعویق افتاد الان شروع کنه و در حال حاضر در باشگاه ها در منظور وقتی فوتبال برگزار میشه تماشاگرها در باشگاه حضور دارن اگر فصل بعدی فوتبال مثلا فوتبال دوباره شروع شده مثلا لیگ های اروپایی تماشاگرها بیدن در باشگاه حضور داشته باشه که الان ما شما میبینیم دیگه حضور داره یعنی دیگه مردم زیاد به کرونا اهمیت نمیده که حضور داشته باشه ارز جنگ ارز خوب میتونه باشه که در کشورهای مختلف هم در لیگ انگلیس در لیگ در لیگ اسپانیا در لیگ فرانسه در لیگ ایتالیا در حال حاضر با بعض باشگاه های ورزشی قرارداد کاری یا ها توکن های طرفدار های از آنها راه اندازی کرده و با لیگ های مختلف قرار با کشور با تیم های ملی هم رازی کنه یک از اولین تیمی ملیش فکر کنم تیم ملی آرژانتین است و بعدش هارمونی هارمونی هم که دی وقتا کدام خبرای یعنی این فجاری در بارش نیه جز این که پروتکلشان ده هر روزه بیشتر کشمونه ارتقا بیده من دارم بلاکچینشان ده و بعدش درباره ارز سیمون سیمون هر روزه توکن سوزی زیاد انجام میده چیزی به ارزش 14700 دلار دوباره توکن سوزی کرده مخصوصا طی وقت چند وقت گذشته که بازار خیلی ریزش کرده توکن سوزی خیلی زیاد را انجام داده بعدش دیروزم در صرافی دیجی فنیکس لیست شد یک صرافی ارز دیجیتال زیاد صرافی بزرگ نیست ولی خب هر روزه باز هم که خبرای خوب هسته اینکه در صرافی های بیشتر لیست میشه و در حال حاضر یعنی قیمتشون هم پایین هستن اگر یک روزی باز همین صرافی کوچیک لیست شده دوباره در صرافی بزرگ لیست شدن میتونه رشد خیلی خوب کنه و بعدش سیف گالاکسی هم که هر روز نزدیکتر میشه که کلا سواب خودشان رو را راندازی کنه در من سوابی که قرار شیبان داشته باشه و یک رود مپش این یک آبدیت جدید از رود مپ جدید دوباره مانده بیشتر در خصوصه. همو سواپ خودشان هستن و بعد درباره ارز فیک توکن که خیلی از ما سوال کردن ارز فیک توکن دیگه گفتم کارهای خاصی تی چند وقت گذشته انجام نداده جز اینکه با چند تا سلبریتی های مختلف با اونا فکر پول دادن ولاد درباره ارز فیک تبلیغات کنن از جمله یکیش میستیک هستن که من نمیشناسم کی هستن بالاخره تیکمار مارک آبی در توییتر داره حدودا چقدر فالوور داره حدودا 31000 فالوور یک موزیکر هست و یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال و یک تریدر سهام هست ای آقا بعدش کالیس واگ دیستریک okay. هم نمیدونم مولتی پلاتینیوم دریکور تیچ می هاو تو دو اوکی نام فام کی بالاخره 63000 فالوور در یوتیوب در توییتر داره درباره عرض فیک یک مقدار در بارش تبلیغات کرده و بعد یک شخص دیگه هم بود که اینجا دو میلیون فالوور در توییتر اینا داشته یا دو میلیون فالوور های فیک دو میلیون فالوور یا سابسکرایبر در یوتیوب داره و هشتاده هشت هزار فالوور در توییتر یک سلبریتی هسته و بعد درباره باره کیک توکن که تقریبا حدودا از یک کنیم هفته پیش ما در باری ارز کیک توکن برای شما صحبت کردم دیروز یک توکن سوزی خیلی بزرگ داشت. حدودا 870 تریلیون توکنش سوختان چیزی به ارزش 322 میلیون دلار و قیمتش هم خب خیلیایی که اینجا خریده بودن یک رشد خیلی خوب کرد مخصوص قبل از دی قبل از دی قبل از, از, از توکن سوزیش دیروز بعد اینجا فکر نمی کدام نهنگ بود یک یک فروش بزرگ داشته بعد یک مقدار ریزیش دوباره روش کرد یک مقدار ریزیش کرد الان دیگه زیاد ریزیش کرد 24 درصد تا 24 ساعت گذشته ریزیش کرده ولی یک توکین سوزی خیلی بزرگ را انجام دادن دیروز و همچنین قرار رو به زودی دیگان تا صرافی هم لیست جنه ولی مشخصات کامل وجود نداره حتی از مردم پرسان که حس بزنید چی صرافی هستن و یک آپدیت جدید درباره ریپل بچه ها ریپل دوباره دادگاهش به تعویق افتاده در ماه اکتبر امسال و یک خبر خوبم درباره عرض ریپل وجود داره حالا تا ما یادم رفت که اینجی او مجله خبریش را روی تصویر برای شما بیارم یک, یک از مشتریان ریپل یک از خدماتی جایی که مردم بتونه پول بفرسته و دریافت کنه ارز دیجیتال منظورم ارز دیجیتال و پول ریپل با او کمپانی با او مشتری شی قرار یا او مشتری با یک کمپ... با کمپنیا... با آمازون ببخشید با آمازون قرارداد کاری بسته کسانی که یا هم من مردمی که در برزیل محصولات امازون رو میخره و همچنین کمپانی هایی که در آمازون محصولات محصولاتشان از طریق آمازون مفروشه میتونه از ارز ریپل از ارز XRP استفاده کنه در خرید فروش های روزانه آنلاینشان نام من مشتبه هستم اینی بود از ویدیو امروز بچه ها اگه اینی ویدیو رو ندیدین حتما به شما پیشنهاد میدیم برین خبرهای خیلی خوب رو در ویدیو امروز صبح من برای شما اشتراک مدم شاید ویدیوش هم در روی تصویر همال برای شما نشان داده شده دیگه هر نظری دارین در کامنت برای من بنویسین ویدیو رو مگ لایک بدین دیگه خیلی خوشحال میشم ویدیو رو لایک بدین تا حالا نکردین و کانالم حتما سابسکرایب کنین و زنگوله روی آل قرار بدین دیگه تا ویدیوی بعد خدا